شاید یکی از تلخترین اتفاقها برای یک خلبان سقوط هواپیماش باشه، اما اتفاقی که میتونه از اون هم تلختر باشه اتفاقیه که فقط خلبانهای نیروی دریایی میتونن تجربهش کنن و اون سرخوردن هواپیماشون روی عرشه پروازی یک ناو هواپیما بره بدون اینکه هیچ راهی برای متوقف کردنش داشته باشن. حتی شاید تیم نجات مجبور باشه که خود خلبان رو هم از دریا بیرون بکشه. بعضی وقتا حوادث روی عرشه پروازی ناو هواپیمابر ممکنه ناشی از اشتباهات محاسباتی خلبانها در زمان فرود باشه. اشتباهاتی که میتونه بسیار هزینه بر باشه اما لزوماً کشنده نباشه. بعضی وقتا هم محاسبات درسته اما کابل‌های نگهدارنده که بهشون ارستینگ وایر میگن پاره بشه و خلبان و یا حتی پرسنل مشغول روی عرشه رو هم در شرایطی خطرناک قرار بده. یه وقتایی هم شرایطی پیش میاد که خلبانها برای فرود چالش‌های بزرگی رو تجربه میکنن، مثلا فرود با یک چرخ. اما خب چقدر این چالش بزرگتر میشه اگه قرار باشه که فرود بدون چرخ انجام بشه؟ حتی اگه هواپیما متوقف بشه باز هم احتمال اینکه مهمات متصل به هواپیما روی عرشه سر بخورن وجود داره. اما خب وجود افراد با تجربه همیشه و همه جا به درد میخوره. افرادی که از این اتفاقها سورپرایز نمیشن و در کمال خونسردی کارشون رو انجام میدن. همه این سوانه با وجود استانداردهای ایمنی دقیقی که نیروی دریایی برای همه وضع کرده اتفاق میفته. وقوع اتفاقها ثابت میکنه که عرشه پرواز یک ناو هواپیمابر یکی از خطرناکترین مکانها برای کار کردنه. احتمالاً تو فیلم‌هایی که از جنگ جهانی وجود داره دیدید که ناوهای هواپیمابر قدیمی هیچ شباهتی به اون چه که امروز می‌بینیم ندارن. در اصل اونها اصلاً ناو هواپیمابر نبودن، بلکه کشتی‌های جنگی بودن که هواپیماهای دریایی رو حمل می‌کردن که با استفاده از جرثقیل هواپیماها رو روی آب می‌ذاشتن. اما چند سال بعد این کشتی‌ها به منجنیق‌های کوچک یا همون کاتاپولت‌ها مجهز شدن، وسیله‌ای که باعث شد از هواپیماهای دریایی برای ارزیابی دقت شلیک تفنگ‌های بزرگ کشتی‌های جنگی استفاده بشه. استفاده از کاتاپولت‌ها اما مثل یک جاده یک طرفه بود، یعنی اینکه کشتی‌ها باید هواپیما رو بعد از تموم شدن پروازشون مثل قبل به وسیله یک جرثقیل از آب بیرون می‌کشیدن. تولد ناو هواپیمابر USS لنگلی تولد تصویری بود که امروزه بیشتر شبیه به یک ناو هواپیمابره. البته که در سالهای اولیه عملیات عرشه پرواز بسیار پرحادثه بود. مثلا اگه سیستم کابل‌های نگهدارنده به درستی کار نمی‌کرد، هواپیما به سمت انتهای عرشه می‌رفت و توی دریا سقوط می‌کرد، و یا اگه هواپیمای دیگه اونجا پارک بود، بقیه ماجرا رو خودتون ببینید. راه حل این مشکل گذاشتن یک مانع سر راه هواپیماها بود. این مانع نوعی توری بود که توسط دو کابل قوی پشتیبانی میشد که حدود 1 متر بالاتر از عرشه پرواز قرار داشت. اگه هواپیما در زمان فرود موفق میشد که یکی از سیمهای مهار رو لمس کنه و متوقف بشه، توری رو به شکل دستی پایین می آوردن تا هواپیما بره و پارک بشه. بعدها این سیستم پشتیبان به یک سیستم مکانیکی مجهز شد تا در صورت رد شدن هواپیما از کابل‌ها بتونه اون رو به سرعت متوقف کنه. از اونجایی که همیشه این احتمال وجود داشت که یک اتفاق پیشبینی نشده بیفته، پرسنل عرشه همیشه میبایست هوشیار میبودن و کاملا محتاط، چون گاهی اوقات این توقف سریع منجر به خلق حرکات آکروباتیک میشد، حرکاتی که خلبانها در اون زمان بهش عادت نداشتن، و اینجا بود که باز باید به سراغ یه جرثقیل میرفتن تا هواپیما رو به حالت قبلیش برگردونه و برای تعمیر به گوشه منتقل کنه. بعضی وقتا هم بندازنش تو دریا چون دیگه به درد نمیخورد. راه حل مقابله با این اتفاقات روی عرشه یک توری اضافه و بسیار بزرگتر بود. این راه حل جدید متشکل از یک توری بزرگ به ارتفاع تقریباً 5 متر بود و قادر بود هر نوع هواپیمایی رو متوقف کنه. این توری بزرگ در هوانوردی دریایی مدرن هم استفاده میشه، اما فقط برای فرودهای اضطراری. توانایی این سیستم در متوقف کردن هواپیماها باعث شده که همچنان ازش استفاده بشه، حتی وقتی که سرعت جنگنده در هنگام فرود بیشتر از حد معموله. البته با تشکر از موتورهای فوق‌العاده‌اش که زیر عرشه نصب شدن.
هرچند که این توری ها قادر هستند انواع هواپیما رو متوقف کنن، همچنان در صورت نیاز به استفاده فضای پشت این توری ها رو برای ایمنی بیشتر میبایست خالی کنن. با طراحی فوق‌العاده انگلیسی ها در سال 1952 و مورب کردن عرشه فرود، فضای بیشتری روی عرشه مهیا شد. این ترک کارایی بهتری هم داشت باعث شد که هواپیماها به شکل همزمان هم امکان فرود داشته باشند و هم تیکاف. با این همه اگه خلبان یک فرود بی نقص داشته باشه، باز هم امکان یک فاجعه وجود داره. در 1 دسامبر 1950 در طول یک ماموریت بر فراز شبه جزیره کره، یک فروند AD-4 سکای ریدر توسط پدافند هوایی جبهه مقابل آمریکا مورد هدف قرار گرفت. اتفاقی که باعث شد خلبان تصمیم بگیره که بر روی ناو هواپیمابر اسکس در دریای فیلیپین فرود بیاد. علی‌رغم داشتن یک فرود موفقیت آمیز، هواپیما اما به معنی واقعی موتورش رو از دست داد. کاهش آنی سرعت به دلیل توقف با کابل‌های نگهدارنده باعث شد که انجین آسیب دیده از شلیک پدافند هوایی دشمن به طور کامل از بدنه جدا بشه. خلبان هم به این شکل از هواپیما بیرون بیاد. دنزل کرست از این حادثه جون سالم به در برد، اما از ناحیه سر و صورت دچار سوختگی درجه 1 و 2 شد. بعد از جنگ کره او تصمیم گرفت به خطوط هوایی ترانسولت به عنوان خلبان ایرلاین ملحق بشه و 35 سال به این کار ادامه داد. آقای دنزل تنها هوانورد نیروی دریایی نبود که همچین حادثه ای رو تجربه کرده بود. یک فرود موفقیت آمیز و توقف به وسیله کابل‌های نگهدارنده بر روی ناو USS بانکر هیل اما به شعله های آتش ختم شد. به مخزن زیر بدنه هواپیما که به مخزن شکمی یا بلی تانک معروفه دقت کنید. این مخزن که حاوی مایع مشتعل شونده بود، به دلیل توقف آنی هواپیما به وسیله کابل‌های نگهدارنده از بدنه جدا شد و بلافاصله آتش گرفت. خوشبختانه خلبان به شکل معجزه‌واری موفق شد از هواپیما خارج بشه. اینطور نبود که این مخزن‌ها فقط در هنگام فرود از هواپیما جدا شد. اونها حتی بعضی وقتا در زمان تیک آف به دلیل شتاب ناگهانی از بدنه جدا می شدن، یا شاید بهتر بگم جا می موندن. در زمان تیک آف یک فروند A4U کورسر به وسیله کاتاپولت، یک مخزن شبیه به یک بشکه از هواپیما جدا شد و عملا جا موند. چیزی که جالبه عکس‌العمل سریع پرسنل روی عرشه است. اونا این مخزن رو سریع از روی باند تیک آف به گوشه منتقل کردن. شاید به نظر میاد که هدفشون آماده کردن شرایط برای تیک آف بعدی باشه، اما اگه شما هم اینطور فکر کردید باید بگم در اشتباهید. هدف این بود که مخزن رو به دریا بندازن. ولی چرا؟ در حقیقت این مخزن که شبیه یک تانک سوخت ذخیره است، یک بمب آتش‌زاست، یک بمب نیپالم یا همون ناپالم. این مخزن وقتی که به هواپیما متصل می‌شد از ناپالم پرش می‌کردن. ناپالم یه ماده چسبنده و بسیار قابل اشتعاله. این بمب‌ها می‌تونن انفجارهای مهیبی رو به وجود بیارن. به همین دلیل خدمه سریعاً واکنش نشون دادن و اون رو به دریا انداختن. از دید خلبان‌های نیروی دریایی استرس‌زاترین قسمت کار فرود روی ناو هواپیما بره. همه حوادثی که بهش اشاره شد یک طرف، تنظیم زاویه درست فرود روی ناو هم در طرف دیگه. اگه زاویه فرود کم باشه، هواپیما قادر به نشستن روی ناو نخواهد بود. اگه زاویه زیاد باشه، باز هم نخواهد بود. در اوایل دوران ظهور ناوهای هواپیما بر، یک افسر سیگنال فرود روی لبه عرشه می‌ایستاد و از پرچم‌های مخصوص برای کمک به خلبان در کم و یا زیاد کردن زاویه فرود استفاده می‌کرد. بعدها استفاده از یک سری لامپ و یک آینه معروف به لنز فرسنل استفاده می شد. این روش به خاطر دقت بهتر جایگزین افسر سیگنال شد. هرچند پیشرفت‌های فوق‌العاده در تکنولوژی در استفاده از کاتاپولت یا صندلی‌های ایجکت پیشرفته و بسیاری موارد دیگه، صنعت هوانوردی دریایی رو از این در حدود 100 سال پیش امروزه به این رسونده، عرشه پرواز ناوهای هواپیما بر همچنان یکی از خطرناکترین مکانها برای کار باقی موندن. به نظر شما چه جاهایی برای کار کردن خطرناکتر از عرشه ناوهای هواپیما بره؟ برامون در کامنت بنویسید.
اگه تا اینجای ویدیو رو تماشا کردید یادتون نره امزو مگزین رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید تا در صورت آپلود ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد. تا ویدیوی بعدی، بدرود.